برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در آستانه میلاد با سعادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شهر نجف اشرف با پرچم‌های رنگی و پارچه نوشته‌های زیبا و چراغانی تزیین شد. گفتنی است این مکان مقدس برای برگزاری جشن ولادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله آماده می شود و برنامه‌های متعددی توسط آستان مقدس علوی آماده می شود. سازمان ملل برای اولین بار پس از 30 سال هیئتی را به قره‌باغ می‌فرستد و در تلاش برای رفع نیازهای بشردوستانه این منطقه که بار دیگر جمهوری آذربایجان آن را تحت کنترل خود درآورده و به دنبال آن کوچه ارمنی‌ها به سمت ارمنستان رقم خورد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل جمعه به خبرنگاران گفت که دولت جمهوری آذربایجان و سازمان ملل بر سر مأموریت در این منطقه به توافق رسیدند و این مأموریت اول هفته انجام خواهد شد. در چارچوب موج خصومت با اسلام و مسلمانان که از زمان روی کار آمدن حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا به رهبری نخست وزیر نارندرا مودی در هند افزایش یافته، یک سوال امتحانی درباره پیوند اسلام و تروریسم جنجال گسترده‌ای را در هند و رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است. در چند روز گذشته فعالان و خبرنگاران تصویری از برگه امتحانات میان ترم کلاس نهم در مدرسه‌ای در ایالت اوتارپرادش در شمال هند را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بخشی از این امتحان شامل یک پاراگراف و سپس سوالاتی در مورد تروریسم جهانی بود.